سرخط خبرها، انفجار مدیریت مخابرات اسلام قلعه هرات، تماس تلفنی بسم الله محمدی به امان الله گذر. و نام خدا و با عرض سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی برز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. و نقل از صفحه رسمی اشت صاب، انفجار مدیریت مخابرات اسلام قلعه هرات، قطع انترنت و غارت تاسیسات مخابراتی. شهرک مرزی اسلام قلعه هرات بیش از $1,000,000 آمریکایی بر ریاست مخابرات هرات و شرکت افغان تلکام خسارت مالی وارد شده است. مقامهای ریاست مخابرات هرات میگویند که به دلیل ناامنی تاکنون نتوانستند محل حادثه را از نزدیک بررسی کنند. با تخریب مدیریت مخابرات شهرک اسلام قلعه هرات، بخشی از خط انتقال فایبر نوری نیز تخریب و اینترنت وارداتی از ایران قطع شده است. بر روایت مقامهای محلی هرات، پس از تخریب فایبر نوری، اینترنت هزاران مشترک در هرات و ولایت‌های غرب کشور مختل یا به کلی قطع شده است. تاکنون مشخص نیست که چه زمانی مشکل قطعی اینترنت در هرات حل خواهد شد. اداره محلی هرات هم تاکید دارد که حکومت نمی‌تواند زمان دقیق برطرف شدن مشکل قطعی اینترنت را مشخص کند. منابع مردمی در شهرک مرزی اسلام قلعه هرات ادعا دارند که پس از تخریب تاسیسات مخابرات، بخشی از تجهیزات فنی از سوی مردم غارت شده است. عاشق الله علی زی، رئیس مخابرات هرات، در صحبت با روزنامه 8 صبح میگوید که طالبان نیمه های شب 12 سرطان سال روان خورشیدی بر مدیریت مخابرات شهرک مرزی اسلام قلعه هرات حمله و ساختمان مدیریت مخابرات را منفجر کردند. با گفته او، در پی انفجار ساختمان، مدیریت مخابرات تمامی تجهیزات مخابراتی و ساختمان مدیریت مخابرات کاملا تخریب شده است. وی افزود که با تخریب تجهیزات مخابراتی بیش از $1,000,000 به شرکت افغان تلکام و ریاست مخابرات هرات زیان مالی وارد شده است. افزون بر این، قطع اینترنت خسارت هنگفت مالی به هزاران شرکت تجارتی و دفترهای اداری در هرات وارد کرده است که میزان دقیق این خسارت ها تا کنون مشخص نشده است. بر اساس معلومات ریاست مخابرات هرات، تمام اینترنت هرات برای اداره دولتی، شرکت های خصوصی و خانه های رهایشی مختل شده است. در حال حاضر در هرات تنها اینترنت ارائه شده از سوی برخی شرکت های مخابراتی که خدمات اینترنتی را برای تلفن های موبایل عرضه می کنند فعال است و خدمات اینترنتی سایر شرکت های مخابراتی که از فایبر نوری استفاده می کنند قطع شده است. رئیس مخابرات هرات می افزاید که با تخریب ساختمان و تجهیزات مخابراتی مدیریت مخابرات شهرک مرزی اسلام قلعه هرات، دستگاه ها، تجهیزات و تاسیسات فایبر نوری و خدمات مخابراتی که از سالهای گذشته در این مدیریت فعال شده بود کاملا تخریب شده است. آقای علیزی می افزاید
که او نمیتواند زمان دقیق ترمیم و فعالسازی دوباره تاسیسات مخابراتی مدیریت مخابرات اسلام قلعه را مشخص کند و برخی تجهیزات بسیار گران قیمت در مرکز مخابراتی اسلام قلعه تخریب شده است که نمونه های مشابه آن در هرات موجود نیست و باید از طریق روند تدارکات خریداری شود که زمان زیادی را در بر می گیرد. هرچند طالبان بیش از این در مناطق دور دست ولسوالی های هرات و ولایت های حوزه غرب کشور قبل از تخریب پایه های مخابراتی به حکومت هشدار می دادند، اما تجهیزات مخابراتی شهرک اسلام قلعه را بدون هشدار قبلی و به گونه غافلگیر کننده تخریب کردند. ریاست مخابرات هرات پافشاری دارد که به دلیل دور بودن مسافت و تهدیدهای امنیتی کارمندان فنی و مهندسان این نهاد تاکنون نتوانستند از محل تخریب تجهیزات مخابراتی و مدیریت مخابرات شهرک مرزی اسلام قلعه هرات دیدن کنند و به مقدار اندکی از اینترنت را به گونه پگاب فعال سازند. در همین حال نور احمد ایدری معاون والی هرات بر روزنامه 8 صبح میگوید که مخالفان دولت همیشه تاسیسات عامل منفعه را مورد تحرس قرار میدهند و مردم شاهد این هستند که پل، پلچک و اخیراً فایبر نوری را در شهرک اسلام قلعه مورد تهدید قرار دادند. در عین حال به نقل از صفحه رسمی الکوزی، قسمتی از گفتگوی تلفنی روز سه‌شنبه بسم الله خان با امان الله گذر محمدی، جناب میر صاحب امان الله خان به همکاریتان نیاز هست گذر، جناب وزیر صاحب امروز شما آمر هستید و ما عسکر، بگو چه کاری بتوانم محمدی، فقط جوانان وفادارت را آماده دفاع از وطن کن گذر به دو دیده. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، الله یارو نگهدارتان.